As of this moment, you are the property of the Penal Administration, French Guiana. You'll be back, Papillon. You'll be back. هنری شریر با نام مستعار پاپیون با بازی استیو مک‌کوئین فردی است که به اتهام قتل یک واسطه در دادگاهی در فرانسه محاکمه شده و برای گذراندن دوران محکومیت باید به گویان فرانسه برود. ولی خود او منکر هر گونه دخالت در قتل است و مدعی است که برای او پاپوش درست کردند. در طول مسیر وی با لوئیس دگا با بازی داستین هافمن آشنا می شود. دگا به دلیل جعل کردن اوراق قرضه ملی فرانسه برای دوران محکومیت راهی گویان است. دگا به طریق مقدار زیادی پول را با خود حمل می کند و اکثر زندانیان همراه آنان این موضوع را می دانند. دگا ناچار می شود پیشنهاد پاپیون مبنی بر مراقبت از وی را بپذیرد و در مقابل هزینه فرار او را متقبل شود. این سرآغاز آشنایی این دوست. تفاوت پاپیون با زندانیان دیگر اگرچه در میزان میل او به آزادی است، ولی دیدگاه و عملکردش نیز او را از دیگر زندانیان، حتی دگا، جدا می‌سازد. دیدگاهی که در ابتدا رهایی از زندان است، ولی رفته رفته ژرف‌تر می‌شود. پاپیون شخصیتی است که هیچ چیز نمی‌تواند عشق او به آزادی را از بین ببرد. پاپیون که در انفرادی به خاطر دریافت خلاف قانون نارگیل از طرف دگا در ابتدا اوضاع بدی ندارد، پس از لو رفتن ماجرا تا آستانه مرگ پیش می رود، ولی برای حفظ آرمانهایش حاضر نیست اسم دگا را بگوید. پاپیون هر روز چندین بار مسیر انفرادی را طی می کند و نشان می دهد که هیچ میلی به تسلیم شدن ندارد. جرم پاپیون خواستن آزادی است. در پایان فیلم، در حالی که پاپیون و لوئیس بیش از 70 سال سن دارند، به جایی آرام تبدیل می شوند که پاپیون باز هم نقشه فراری را مطرح می کند، ولی این بار لوئیس با او همراه نمی شود. آنها هم دیگر را در آغوش می گیرند و از هم خداحافظی می کنند. آنگاه پاپیون به اقیانوس می پرد و شناکنان بلند فریاد می زند. موسیقی فیلم پاپیون یا پروانه به واقع شاهکار گلدسمیت است. موسیقی این فیلم نشان دهنده روحیات مبارز طلبانه پاپیون است و به انسان احساس آزادی و رهایی می‌دهد. گلدسمیت موسیقی این فیلم را با الهام از پرواز یک پروانه ساخت. در هنگام شنیدن این موزیک، انسان به وضوح می‌تواند حرکات بال پروانه و حس آزادی طلبی آن را حس کند. از این آهنگ زیبا در جشنواره گرمی سال 1952 به عنوان موسیقی برتر فیلم یاد شد و تقدیر شد. آنچه پاپیون را پس از گذشت این همه سال از ساخته شدنش هنوز تا این حد سرزنده و پرشکوه جلوه می دهد، مجموعه کاملی از تمام مؤلفه های مورد نیاز برای خلق چنین اثر جاودانه است. در این راستا اولین چیزی که توجه ما را به خود معطوف می نماید، داستان جذاب زندگی هنری شریر است که وی آن را بر اساس زندگی خودش در کتاب 606 صفحه‌ای پاپیون به نگارش درآورده است. او که قربانی یک دسیسه نامعلوم گشته و با اتهامی اشتباه به قتلی که هرگز مرتکب آن نشده به حبس ابد با اعمال شاقه در یکی از مستعمرات فرانسه محکوم گردیده است و حال کشمکش داستان در تعارض فضای خواسته درونی هنری و فضای بیرحم و غیر انسانی زندان و اجباری که دنیای بیرون برای زندانی کردن روح و جسم دارد در تلاطم است. مضمون آزادی و آزادی خواهی و ارتباط بی‌نظیر آن با شخصیت هنری و نام خاص و جذابش پاپیون که آن را برای وجود خالکوبی پروانه بر روی بدنش به دست آورده و باز از معصومیت و آزادی روح وی خبر می‌دهد، آنقدر جذاب و گیراست که هر کارگردان خلاق و جستجوگری را برای تبدیل آن به یک پروژه سینمایی وسوسه می‌کند.
و اینجاست که تلاش سمردادی تیم فیلمنامه نویسی اثر، یعنی دارتون ترومبو، لورنزو سمپل جونیور، فرانکلین جی شفنر و در نهایت فیلم را برای هرچه تمام عیارتر شدن یاری رساند. از این نظر باید اشاره کرد که پاپیون جزء معدود آثار سینمایی اقتباسی است که پس از ساخت و نمایش با سیل عظیم اعتراضات نویسنده یا طرفداران کتاب او مواجه نمی شود و این خود سند دیگری بر دقت شدید گروه سازنده آن، خصوصا فرانکلین جی شفنر است.